هفته قبل در شهر دلفت بودم، یکی از شهرهای تاریخی و زیبای هلند، جایی که یکی از معتبرترین دانشگاه‌های فنی اروپا و دنیا در اونجا قرار داره. کمی در کانال‌های زیبای این شهر قایق سواری کردم و سپس سری زدم به باغ‌های گل هلند در نزدیکی شهری به نام لیسه، باغ‌هایی که بیش از 7 میلیون گل رو در خودشون جای دادن. در 750 متری ایستگاه مرکزی قطار شهر لاهه فضای مربع شکلی قرار داره به نام پلین که در سال 1632 میلادی ساخته شده. در ضلع غربی این میدان محل برگزاری جلسات دولت با احزاب مختلف و نمایندگان مجلس هست و همچنین چندین ساختمان دولتی هم در کنار این مکان وجود داره و در دو ضلع دیگه این میدان هم چندین بار و رستوران قرار داره که یکی از محل‌های معروف و محبوب در شهر لاهه است برای صرف غذا و نوشیدنی. همچنین در این میدان تجمعات برگزار میشه، تظاهرات برگزار میشه و اگر در شهر لاهه تظاهراتی بر علیه جمهوری اسلامی باشه در این میدان برگزار میشه. در وسط این میدان تندیس ویلم فان اورانیه نصب شده، بنیانگذار هلند نوین و همچنین جد خانواده سلطنتی کنونی و همچنین کسی که پس از سالها مبارزه بر علیه اسپانیایی‌ها هلند رو به استقلال رسوند. در دست چپ ویلم فان اورانیه نامه و مدرکی قرار داره که اسامی مناطق هلندی که بر علیه اسپانیایی ها می جنگیدن حک شده و همچنین در سمت راست ویلم فان اورانیه تندیس سگی قرار داره که گفته میشه که این سگ ویلم فان اورانیه رو از یکی از ترورهای نافرجام نجات داده و جون سالم به در برده، هرچند که در نهایت ویلم فان اورانیه در شهر دلف ترور شد و به قتل رسید. اگر همین مسیری رو که از ایستگاه قطار مرکزی شهر لاهه اومدم همونو ادامه بدم میرسم به مرکز شهر لاهه و همچنین مراکز خرید، ولی در بین راه اومدم به یک محلی در پشت همون پلین که در حقیقت مقر دولت و پارلمان کشور هلند هستش. اینجا در قرن 13 میلادی ساخته شده و از همون زمان هم اینجا مقر دولت هلند بوده. طبیعتاً در طی تاریخ تغییر و تحولاتی در ساختمون‌ها و فضای اینجا رخ داده، ولی کماکان این محل قدیمی‌ترین مقر دولت در اروپا به حساب میاد. خیلی جالبه، اگر بعضی موقع صبح‌ها یا بعد از ظهرها به اینجا بیاین میتونید اعضای پارلمان، هیئت دولت و یا حتی نخست وزیر هلند رو هم ببینین که با دوچرخه به سر کار میاد یا از سر کار برمیگرده میره خونش. من یادمه چندین سال پیش برای یه پروژه رفته بودم استانبول و با کنسول هلند در شهر استانبول آشنا شدم و برام تعریف میکرد که زمانی که در شهر لاهه در وزارت امور خارجه کار میکرده هر روز با دوچرخه میومده سر کار و بعد از یک سال حساب کرده بوده که نزدیک به 12,000 کیلومتر رکاب زده بوده، یعنی این یه چیزی میشه حدود 32 کیلومتر در روز رکاب زدن. شاید اسم لاهه برای اولین بار به طور گسترده زمانی به گوش مردمان ایران رسید که محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران در پی شکایت بریتانیا به دادگاه لاهه در شهر لاهه اومد که در نهایت منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد. در همین ساختمون و همین قصر رو این دادگاهی که پشت سر من می‌بینید. هرچند که ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسیده بود و یک بار هم محمد مصدق به سازمان ملل رفته بود در پی شکایت بریتانیا که در نهایت به پیروزی ایران منجر شده بود، ولی بریتانیا دوباره از دولت ایران شکایت می‌کنه و به همین دلیل محمد مصدق به اینجا میاد که در اینجا هم در نهایت رأی به نفع ایران صادر میشه که منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران میشه. این قصر و این دادگاه در مرکز شهر لاهه قرار گرفته، جایی که تقریبا تمام سفارتخونه ها در اینجا
قرار دارند. در مقابل این دادگاه میدان بسیار کوچیکی هست، چمنکاری و گلکاری شده با گلهای بسیار زیبای هلندی و متاسفانه الان در دوران همگیری کرونا ورود به این ساختمون ممنوع هستش، بسته هست، ولی در زمانی که کرونا نبوده در ساعات معینی در روز بازدید کننده ها و علاقمندان میتونستن از این قصر و از این دادگاه بازدید بکنن. در مقابل این دادگاه در همین میدان هم ستونی نصب شده که در اطراف این ستون به زبانهای مختلف نوشته شده به امید صلح بر روی کره زمین. در مرکز شهر لاهه مراکز خرید وجود داره، همین جایی که من الان وایسادم که طبیعتاً تشکیل شده از فروشگاه ها و مغازه های متعدد که اجناس مختلفی رو میفروشن، از پوشاک و البسه و کیف و کفش گرفته تا لوازم بهداشتی و وسایل الکترونیکی که معمولاً هم فروشگاه های زنجیره‌ای هستن. الان در دوران کرونا محدودیت هایی وجود داره و به همین دلیل هم صف های طولانی در خارج هر فروشگاه وجود داره که طبیعتاً تعداد محدودی رو به داخل راه میدن. در قسمت جنوبی مرکز خرید خیابونی هست به نام نورد اینده که محله هست تاریخی و همچنین گرون قیمت که مغازه های بسیار خاص و گالری های هنری هم در اینجا قرار داره. در همین خیابون یکی از قصرهای سلطنتی هم وجود داره که در حال حاضر دفتر کار پادشاه هلند ویلم الکساندر هست، همین قصری که پشت سر من میبینید. تو این خیابون، همون خیابونی که گفتم یه خیابون گرونی هست، یک قصابی هست که این قصابی ساندویچ هم میده و یکی از قدیمی ترین و بهترین قصابی ها و ساندویچ فروش های شهر دنهاق و شاید هم کشور هلند باشه که از سال 1861 میلادی اینجا هستش. با هم دیگه میریم تو تا اینکه من یک نوع غذای هلندی رو سفارش بدم. خوبی داخت؟ بخیم برو چه خاک بالاش بیار. خب این یک غذای هلندی هستش. چیه اگه بخوایم تشبیهش بکنیم؟ یکم شبیه کوفته میمونه و اینو با گوشت شرک کرده، پودر سوخاری، تخم مرغ و ادویه درست میکنن و معمولا هم بهتره که با سس خردل خورده بشه که خیلی هم خوشمزه ازش. خیلی صحبت نمی کنم، سرد میشه، میرم تو کارش. طبق معمولم جای همتون خالی، بفرمایید.